حکومت تاجیکستان در باتلاق قرض قرار دارد. مهاجران مهنتی الویدا روسیه. ازبکستان بلاگران را در اکستریمیزم عیبدار نمودند. تحلیلگران تاجیک قید میکنند که افزایش سطح قرض خارجی دولت تهدید جدی برای استقلالیت هر یک کشور به حساب می رود. سطح قرض خارجی در نزد چین و دیگر قرض دهندگان به شبه معمای جدی پتانسیلی می باشد، خصوصا برای کشوری با اقتصادی نسبتا خرد و با پتانسیل صادرات انکشاف نیافته و با گرفتن ارزی مبلغی مشغول می باشد. ابراز نمود متخصص در ساحه مکرو اقتصادی صابر قربانوف در محاسبه به هفته‌نامه اقتصادچی. اینچنین قربانوف آیدی نتیجه های احتمالی قرض های خارجی آگاه نمود. من اقتصادچی هستم و نمی خواهم در نوهای سیاست حناتی نمایم، ولی در حالت دیفالت آید قرض ها از آن جمله دو جانبه در نزد چین نمودهای گوناگون تجهیزاتی و خدمت رسانی به کار درآورده می شود، از آن جمله مبادله قرض به مالکیت. از دیگر جانب کشور را از منبعهای منفعت های اقتصادی محروم می سازد. غیر از این قرض کلان ذخیره های بودجه را به دیگر جانب روانه می سازد، صرف نظر از آن که عین زمان 10-20% درآمد در تاجیکستان برای خدمت قرض خارجی صرف می شود. ابراز نمود او در جمهوری 71 لایحه مشترک سرمایه گذاری در یک جایگی با تشکیلات های یاد رست میکنیم که عین زمان در سنه 1 ژانویه سال جاری قرض خارجی دولتی تاجیکستان همگی 2,924,000,000 دلار را تشکیل داده که از آن 1,12 میلیارد دلار از آن بانک چینی اکسیم بانک به حساب می رود. باقی مانده دیگر باشد از آن تشکیلات های دیگری مالیوی، بانک آسیا، بانک جهانی و غیره می باشد. غیر از این طبق نقشه حکومت تاجیکستان در 3 سال نزدیک نیت دارد باز 714 میلیون دلار قرض فایزناک جلب نماید. باید قید نمود که قرضهای خارجی با فایز سودخوری در اسلام یکی از گناههای بزرگ می باشد. عیناً با راه قرض دهی عادتاً دولت‌های ابرقدرت کشورهای مسلمانی را به مستملکه اقتصادی گرفتار میکنند. اینچنین در سال 2013 رژیم رحمان 1158 کیلومتر مربع زمین کشور را به چین بر عوض قرض پرداخت نموده بود. قابل قبول است چون که هدف ایشو راشم یا نرمالی зарабатываю. А сейчас нет никакой. روسیه برای مهاجران مهنتی به کشوری درخواست نشده تبدیل می‌گردد و شماره قوای کاری ارزان از کشورهای آسیای مرکزی و اوکراین سال از سال کاهش می‌یابد. در این خصوص گزیته رو به منبع خود متخصصی رنخی گیز تکیه نموده اطلاع می‌دهد. طبق حسابات متخصصان در سال 2018 افزایش مهاجرتی در روسیه خیلی پایین رفته است. از سال 2014 شروع کرده شماره مهاجران بین الخلقی که به روسیه ورود شدند در سطح 565,600,000 نفر رسیده است، ولی شماره خارج شدگان باشد از 308,000 نفر در سال 2014 تا 441,000 در سال 2018 زیاد شده است. گفته شده است در مانیتورینگ نوبتی رنخ است. بقیده دیرکتوری دانشکده دیموگرافی مکتب عالی اقتصاد آناتولی ویشنیوسکی شرایط نامطلوب احتمال تا سال 2035 باقی خواهد ماند و مهاجران علاقه کاهشیابی طبیعی احالی روسیه را پر کردن نمی توانند. متخصصان قید میکنند که افزایش مهاجرتی اهالی روسیه در سال 2018 نسبت به دوره های سابق اتحاد شوروی خیلی پایین می باشد. اهالی کشور باشد این زمان تنها از حساب مهاجرتی زیاد شده استوده است. یاد رست میکنیم که سالهای آخر حکومت روسیه قانونگذاری مهاجرتی را خیلی پرزور نمود. خدمات های مخصوصی روسی منتظم از بالای مهاجران مهنتی پرونده های جنایی آید تروریزم ایجاد می کنند. بنابراین سخن های در بالا ذکر شده کاملا طبیعی است و واقعی معمولی است. السلام علیکم. حرمیلت.
چی طوری که او زا اطلاع می دهد، بلاگران رستم کریم و تلقین استانف با بازداشتگاه موقتی خدمات امنیتی دولت ارسال کرده شدند. با مقصد قبول کردن چاره های قانونی، مواد های از جانب سر ریاست کارهای داخلی شهری تاشکند جمع کرده شده، نسبت شهروندان کریم فرستنبگ عبدالرشیدویچ سال تولدش 1975 و استانف تلقین تاشمرادویچ سال تولدش 1971 به خدمات امنیتی دولت جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرده شد، گفته می شود در خبر. طبق اطلاع خدمات حفظ حقوق ازبکستان، در تلفن های موبایلی رستمبک کریموف و استانف تلقین مواد های تشکیلات های اکستریمیستی که در کشور منع کرده شده است یافت کردید. در نتیجه نسبت بلاگران پرونده جنایی طبق ماده 244 قسم 1 یعنی استحصال، نگاه داشتن، پهن نمودن یا اینکه نمایش دادن مواد هایی که برای امنیت جامعه تهدید و خطر ایجاد میکند آغاز گردید. تشویم جا باشقا چهاری رستم کردم جا قطق بخرب گپری یپتی. میتیم اختراس لگه بیرلمی. یاد راست میکنیم که هر دو بلاگیران سنه 8 اپریل پس از واخری با عبدالعزیز منصور معاون رئیس اداره روحانی مسلمانان ازبکستان دستگیر شدند. پس از برآمدن از بینای اداره روحانی مسلمانان ازبکستان هر دو بلاگران از علاقه کنده شدند. دیرتر معلوم شد که هر دوی آنها با شکایت عبدالعزیز منصور دستگیر شدند. پس از قرار دادگاهی ناحیه آلمزار شهری تاشکند هر دو بلاگران طبق ماده های 183 و 194 او باشی خورد کودکس ماموری به مهلت 15 شبانه روز به حبس گرفته شدند. ولی سنه 23 اپریل پس از ادای مهلت جزا بجای آنکه آزاد کرده شوند، کارمندان مقامات حفظ حقوق بلاگران را به خدمات امنیتی دولت سپردند که آخرین علاقه نسبت بلاگران پرونده جنایی بافته شده آغاز نمودند. در حالت یوزستان مرزا علویه تومن ایچکیشلر ارگانه فعالیت موافقلشترش باشقرمه.